ما در مورد توقف شبکه های اجتماعی از جمله کانال های تلگرام هر از گاهی می‌شنیدیم این دفعه چه تفاوتی با دفعات قبل وجود داره که تا این اندازه حساسیت برانگیز شده و چنین نامه‌ای را آقای صادقی هم نوشته به خود فرمانده سپاه سابقه داشته خیلی که با در واقع کانال‌های تلگرامی برخورد شده و هر از گاهی هم مسئولان آماری را اعلام را اعلام کردن ولی خب معمولاً در قالب فیلتر کردن بوده الان اتفاقی که افتاده یه دفعه افتاده و خبرساز شده اینه که دوازده تا از مسئولان کانال‌های تلگرامی منتسب به اصلاح و حامی دولت رو با هم تقریبا دستگیر کردن و طبیعتاً این این تصور ایجاد کرده که یک موج در راهه. به این ویژه به این خاطر که اینکه موج ایجاد شده. به ویژه به این خاطر که یا حرفشون اینه که مثلا در فضای تبلیغات رسمی به عنوان نمونه اونجایی که به مربوط میشه اونها دارن در مرز تهاجم قرار میگیرن و نمیتونن که به درستی از خودشون دفاع کنن مذیعت نسبیشون روی شبکه های اجتماعی بوده که حالا همونجا رو داره یک دستگاه نظامی مورد هدف قرار میده چند شب پیش جایتونه که شما یک تصویری در تلویزیون ایران در یکی از شبکه ها خبرساز شد تصویری بود که وزیر اطلاعات که حالا بخشی از دولته در یک مصاحبه زنده می‌خواست صحبت‌هایی رو بیان بکنه که دفاع از پرونده هستی دولت بود و, این و گفتن اینکه چرا مثلا اگر پرونده هستی به صورت سابق پیش می‌رفت به نتیجه نمی‌رسید خیلی خبرساز شد این صحنه دیگه توی رسانه‌های فارسی زبان بکرات در واقع مجی تلویزیون سعی کرد که جلوی گفتن اون صحبت رو بگیره و با به هر حال تنش زیادون تونه صحبتشو دوران بده دولتی ها اینجور چیزا رو انگشت میذارن میگن که ما در تلویزیون داریم مورد حمله قرار میگیریم ولی نمیتونیم متناسب با اون از خودمون دفاع بکنیم دم انتخاباتی که به هر حال به نظر میاد کاندیداش رئیس همین دولت هستش و حالا دم انتخابات این مزیت رو احساس میکنن که در طرف مقابل بیاسر میکنه طبیعتا متناسب با همون انقدر این مسئله خبرساز شده بیاسر <applause> کردن این مزید هم خب مسبوق به سابقه است مثلا در انتخابات 88 حتی تا قطع ایس ها هم پیش رفتن سحنهای از اون دست رو شاهد بودیم آیا راهکاری وجود داره؟ آیا میتونند کسانی که فکر میکنند دستشون بسته است به نحوی به یک سمت دیگر حرکت بکنند مثلا؟ به هر حال طبیعتاً خب بخش اصلی کاری که اون طرف داره انجام میده اینه که حالا با استفاده از حالا اون جاپایی که میزان جاپایی که در... قدرت داره در حکومت داره سعی بکنه که جلوی این روند رو بگیره به این خاطر که برایشون تعیین کننده هستش یعنی شما ببینید مثلا فرض کنید پارسال این موقع ها اصلاح نتیجه‌ی انتخابات رو اینطور می‌دیدن که منجر شده به اینکه فراتر از تصوراتشون بتونن در مثلا مجلس کرسی به دست بیارن با توجه به رد سلایت خیلی گسترده‌ای که شده بود و به ویژه با توجه به حجوم تبلیغاتی که مثلا در یک هفته مونده به انتخابات علیه اصلاح طلب‌ها و حامیان دولت و لیست‌های مورد نظر اونها انجام شده بود حتی در به نظر میاد که حتی در داخل سیما اونها تونسته بودن در واقع کاری که تونسته بودن انجام بدن از طریق مثلا تلگرام بود یادتونه است که اون زمان مثلا گفته میشد که پیام انتخاباتی آقای خاتمی چند میلیون بار مثلا دانلود شده در یک همچین فضاهایی اونا احساس میکردن که تونستن که غلبه بکنن بر اون اتفاقاتی که در عرصه انتخابات داشت میافتاد یا حتی قبل از تلگرام حالا این بحث اخیر مال تلگرامه حتی قبل از اینکه تلگرام خیلی معنیدار بشه در رقابتی انتخاباتی ایران مثلا انتخابات ۱۱۲۰۲ اون زمان به هر حال تلگرام هنوز در ایران جایگاه فعلی رو به هیچ وجه نداشت در اون زمان هم در یک حداقل موضوع خاص تلگ... شبکه اجتماعی نقش خیلی تعیین کننده ایفا کردن ما اتفاقاتی در این حد داشتیم که چهار روز مونده به روز رایگیری یکی از دو تا کاندیدای اصلی اصلا یا یان روها هر چی اسمشون رو بزوریم که آقای عارف فود کنار کشید به نفع آقای روحانی چهار روز فقط میبود به انتخابات خیلی ابراز تردید میکردن که اساسا بسیاری از رأی دهندگان متوجه بشن که یک کاندیدا به نفع اون یکی کنار گرفته و خب تصور میکردن خیلی ممکنه که رأی بدن که باطله شمرده بشه به این خاطر که رأی واقعی آقای عارف میشد باطله اگر کسی خبر نمی‌داشت از این اتفاق ولی واقعیت اینه که به میزان گسترده ای کمپین انتخاباتی صورت گرفت که نتیجهش این شد به لحاظ آماری به لحاظ عددی که تعداد آرای باطله در انتخابات 92 تغییر معنیداری تفاوت معنیداری با انتخابات دیگر ریاست جمهوری نداشت نشون میداد که برخلاف تصورات حتی در دورافتاده‌ترین نقاط ایران انگار این اتفاقاتی که عمدتا داشت رو فضاهای مجازی میافتاد نتیجه داده و مردم فهمیده بودند که الان به کنار گر... کشیده تعیین کننده تر بودن این داستان وقتی مشخص میشد که به یاد بیاریم که ما آقای روحانی اگر فقط 300 هزار تا حدودا کم را کمتر آورده بود انتخابات می محله دوم یعنی سرنوشت عوض میشد اینقدر در نتیجه اون اتفاقات روز آخر تعیین کننده بود الان هم طبیعتاً کسانی در اون طرف یعنی رقبای اصلاح طلبا این مواصبات رو می که که های اجتماعی رو خوب مورد حساسیت ویژه قرار دادن و اظهار نظرهای زیادی می و اقداماتی هم در صورت میگیره اون طرف البته به نظر میاد که شاید اتفاقی که براشون مثلا در انتخابات سال گذشته افتاد این بود که در روزهای قبل از انتخابات چیزهایی که مشاهده میشده از خیابان های ایران مخصوصا شهرهای بزرگ مخصوصا تهران چیزی که مورد توجه مناظر قرار میتونست بگیره اینه که به میزان قابل توجهی ابزارهای سنتی تبلیغاتی اونها در عمل نمیکنه مثلا حضور خیابانی مثلا کاری که جناه مقابل میکنه انگار همه تخمرخا توی سبد فضای مجازی و مثلا تلگرام قرار گرفته و اینجاست که وضعیت اونها رو حساس میکنه. اونها البته اگر که تمام تخم مرغشون در این سبد باشه میتونه قضیه آسیب پذیر باشه کم اینکه بعد از انتخابات سال گذشته آقای روحانی اشاره کرد که مردم در زم... بعد از زمان روز انتخابات دیدن که اینترنت نشده شبکه های مجازی مختلف نشده که نشون میداد که به هر حال انگار که یه کمچین تمایلاتی هم وجود داشته. به نظر میاد که هرچه که میزان وابستگی یک طرف که در این انتخابات چکت کرده به یک نوع ابزار رسانهی که رسانه مجازی باشند بیشتر باشه طبیعتاً آسیب پذیرشون در مقابل اتفاقات غیرقابل قابل ممکنه بیشتر باشه ممنونم از حسین باستانی